خانم کرامتی، شما در جریان جنبش زن زندگی آزادی خارج از ایران بودید. از تورنتو چطور این جنبش رو درک کردین و چه تأثیر در کار شما به جا گذاشت؟ وقتی که این اتفاق افتاد، همه ما توی همه جای دنیا توی شوک بودیم. اول خواستیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته، چی شده، اخبار چیه، درسته، غلطه. چون خب وقتی اخبار از ایران میاد بیرون، بعضی وقتها یه خورده باید سب کنی تا ببینی چه خبره، واقعا چه اتفاقی داره درون ایران میفته. در این حال این اتفاق قتل مهسا امینی به فاصله کمی بعد از اتفاقی بود که برای سپیده رشنو افتاد، که اون اتفاق تلخی که براش افتاد توی اتوبوس و اون معذرت خواهی اجباری و اعتراف اجباری با اون چهره تکیده و آسیب دیده، اینا همه پشت سر هم خیلی همه رو ما مثل همه جای دنیا عصبانی شده بودیم و سوگوار بودیم. یعنی یه سوگ همراه با عصبانیت. ما اولین کاری که کردیم یه گروه شدیم و رفتیم. خب اون موقع یه موجی رو افتاد برای اعتراض، برای نشون دادن خشم و سوگ همواره با هم. همه خانما موهاشون رو قیچی میکردن به صورت نمایشی. خب ما یه حرکت اینجوری رو انداختیم، اعتراض کردیم، اولین راهپیمایی را افتاد، رفتیم بیرون و خیلی خیلی شبان روزمون درگیر همین اتفاق شد. وقتی هم که دوری، هم کاری از دستت بر نمیاد، هم نمیتونی بشینی عقب و فقط نگاه کنی. آفرینش هنری به نظر تا چند اندازه یک عمل اجتماعیه که میتونه جامعه رو بسیج کنه یا توی مسیر معینی حرکتش بده؟ خب کلا آفرینش هنری ربط به زندگی روزمره داره. حالا اگه این زندگی روزمره توی یک بحرانی باشه، خب اون بحران تو آفرینش هنری شکل خودش رو پیدا میکنه. حالا تو یا تو لایه های زیرین تر یا تو لایه هایی که مشهودتره آدم میتونه واضح ببینه، یا حتی به صورت شعارگونه. این که تا چقدر میتونه هنر توی تغییرات اجتماعی تأثیر گذار باشه، اون ارتباط با میزان میزان دقیق بودن و بروز بودن اون هنرمند و اون اثری که خلق میکنه داره. ولی در مجموع و میزان صداقت توی کار هم خیلی مهمه. ولی در مجموع اون همیشه توی هر بحرانی آثار هنری هستن که از اون بحران سمبل اون بحران میشن. حالا اگرم روزگار بدون بحرانی باشه، که حالا سال هاست نیست، بازم اثر هنری خواهد بود که نماینده اون برهه از زمان باشه. یه سری از منتقدا ادعا میکنن که مشارکت اجتماعی از ارزش هنری یه اثر کم میکنه یا اون رو تبدیل به یه اثر تبلیغی میکنه حتی. نظر در این مورد چیه؟ ما میتونه درست باشه این صحبتی که میکنن. ببینین، یه وقتی هست که شما برای یک اعتراضی داری یک هنری رو خلق میکنی که بهش، خب الان زیاد دارن این کار میکنن، بهش میگن هنر اعتراضی. این هنر اعتراضی داره یک پیامی رو میرسونه، یعنی در خدمت رسوندن اون پیامه و شاید خیلی اصلا مسائل هنری هم براش مطرح نباشه، شاید اصلا به دست یه هنرمند انجام نشه، به دست یه آدم ناشناسی که کسی نمیدونه این اصلا حرفه اصلی چی هست، کی هست. خیلی از اعتراضات هنری که توی خود ایران داره اتفاق میفته با چهره های پوشیده، بدون اسم، بدون نام داره میاد بیرون. به هر حال یه مرزی هست بین اینکه این به صورت هنر ماندگار بمونه یا نه. مثلا یه مثال خارج از این بزنم، مثل گرافیک مثلا در خدمت تبلیغ یا
معرفی یک بنیاد، یک نهاد، یک محصوله، اما ممکنه از اون خط جدا بشه و به صورت یک هنر ناب، نماینده هنر گرافیک بشه. خب هنر اعتراضی هم همینطور، ولی درسته در خدمت شعارشه. هنر ولی میتونه یه هنرمند در زمان اعتراض در مورد اون کار نکنه، ولی بعد از اون اعتراض در مورد یه اعتراضی، یک اتفاقی، یک اتفاق سیاسی اجتماعی یا حتی یه برهه شخصی روانشناسانه که در زمان دیگری اتفاق افتاده، میخواد پیام اون رو دوباره بازبینی کنه، دوباره بازتولید کنه، اون دیگه هنر اعتراضی نیست. اون هنری که در خدمت هنر داره اون بازگویی تاریخی میکنه از اون. زنها خیلی نقش تعیین کننده داشتن تو اعتراضات اخیر ایران و نقش پررنگی داشتن تعیین کننده عمل میکردن و به تناسب اون خب زنهای هنرمند هم خیلی نقش پررنگی پیدا کردن و هنر اونها. برای خود شما به عنوان زن هنرمندی که حالا در این حوزه داره فعالیت میکنه، چقدر هنر کارکرد رهایی بخش داشت؟ من بذارین اینجوری توضیح بدم که زنها همیشه توی جنبش ها فعال بودن. توی جنبش اخیر دیده شدن، فعالیتشون دیده شد، بیشتر دیده شد. همیشه توی فراز و فرودها نه تنها زنها، بلکه همه جنسیت های دیگه هم توی جنبش ها حضور داشتن و دارن. حالا به واسطه شعار اصلی، به واسطه اتفاق تلخی که برای این آپارتاید جنسیتی همواره داره میفته و تمرکز این جنبش اخیر، حضور زنا خیلی دیده شد به چشمون. هیچ وقت هم کم رنگ نبوده این حضور. من سال هاست که روی به هر حال به عنوان یه زن، چه توی ایران بودم، یه هنرمند زن هستم دیگه، مسئله جنسیتی برام مهمه. روی جنسیت کار کردم توی بیشتر کارهای من، توی تاریخ چه کارهای من که ببینیم، روی جنسیت، روی همین مسائل جداسازی جنسیتی، حقوق زنان، همیشه توی کارم حضور داره، حالا یا تو لایه های روییه یا تو لایه های زیرین تر. طبعا توی این انقلاب، این جنبش انقلابی تأثیر مستقیم توی کار من داره. حالا به هر حال من الان سال هاست توی ایران زندگی نمی کنم، ولی ربط مستقیم دارم، تمام هویتم، سابقه زندگیم برمیگرده به این جغرافیا و مشخصا روی کارهای من تاثیر داره. یکی از نمونه هاش همین کار اخیرم بود که من اصلا قبل از این جنبش شروع کرده بودم، ولی به خاطر این جنبش متوقفش کردیم و بعد احساس کردیم که اوکی، الان خوبه، میتونیم دوباره راجبش صحبت کنیم، باید این داستان رو دوباره بگیم و بریم جلو. یعنی طبیعتا تو کار آدم تاثیر داره. حالا اینکه چه شکلی در آینده به خودش بگیره رو نمیدونم، باید پیش بیاد و آدم کار کنه. در مورد همین شکلی که میگی ممکنه که در آینده پیدا کنه و این روندی که خب ادامه داره، قطعا تداوم اعتراضات رو تو هنر معاصر ایران چطور میبینی؟ اعتراضات اخیر، تو اعتراضات اخیر و اعتراضات کلن در سالهای اخیر، یعنی منظورم فقط جنبش زن زندگی آزادی نه نیست. درسته، من هنرمنده، هم خودم هم هنرمنده زیادی رو میشناسم که همواره این به هر نحوی که تونستم، به هر نحوی که تونستیم، حتی خود من زمانی که توی ایران بودم، اعتراضاتی رو که باید توی آثار هنریمون میگنجوندیم. یعنی و هنرمندای زیادی رو میشناسم که مسائل روز رو به هر نحو ممکن و خلاقانه توی آثار هنریشون گنجوندن و
وقتی نگاه میکنی یا بیانیه هنرمند راجع به اثر میخونی یا میبینی حضور این تنش‌های نهفته، حالا توی حتی زمانهایی که بحران یه خورده شکل کمرنگتری داره، باز حضور اون تنش‌ها رو توی آثار خلق شده هنرمندای معاصر میبینی. یعنی زندگی روزمره جدا ناپذیر از خلق اثر هنری، نمیتونی منفک کنی خودتو از زندگی روزمره و یک اثر هنری خلق کنی. خب طبیعتا حضور داره و خیلی از اینا خیلی آثار قدرتمندی است که ماندگار میشه، تصویری که ساخته شده. فکر میکنی که در آینده همین اعتراضات، این اعتراض در هنر ادامه پیدا کنه، تغییر شکل بده، با توجه به اینکه اعتراضات مدنی مردم الان اعتراضات از اعتراضات خیابونی خب شکلش داره عوض میشه، فکر میکنی این چه تاثیر روی اون هنر اعتراضی که چه داخل ایران و چه خارج ایران هست میذاره؟ خب ببینین، باز دوباره به یه شکل دیگه من این رو تکرار میکنم، وقتی که یه چیزی شعله ور میشه، همه چیز، حتی غذا خوردن آدم تحت تاثیر اون هیجانات انقلابی تاثیر قرار میگیره. اون سوگ، اون هیجان، اون حالت این که آدم میخواد بره جلو، میخواد حتی از جونش مایه بذاره تا اون حرفش رو بزنه، تا مثلا برای آزادی بیان، برای آزادی حق پوشش، برای آزادی، برای یه زندگی معمولی داره می جنگه. خب این تاثیر داره توی همه جوانب به زندگی آدم و طبعا و به طبع و واقعا اصلا انکارناپذیر تاثیر این وقایع توی تفکر یه هنرمند. خب تفکر هنرمندم میتونه هیجانی بشه، میتونه پررنگتر بشه، میتونه شعار مستقیمتر بشه، صریحتر بشه با اوج گرفتن این حرکت ها، جنبش های انقلابی، با اوج گرفتن اتفاقایی که داره میفته و شعله ورتر شدن آتش قیام. هنرمند احتمال دیگه اونجوری نمیتونه تو لایه های مثلا زیرین حرفش رو بزنه، میاد رکتر حرفش رو میزنه، طبیعتا تاثیر میذاره دیگه، و حالا اون خواسته ها میاد رنگ پررنگتری توی کار هنر پیدا میکنه، مشهود میشه تو کار هنری. این طبیعیه، من فکر میکنم حتما تاثیر مستقیم تر میذاره توی روند شکلگیری آثار هنری، اوج و فرود این بحران ها.